بوتاکس رو دیگه تقریبا همه میشناسن. در حقیقت یه داروی تزریقیه که تزریق این دارو به عضلات زیر پوست سبب از بین رفتن چین و چروب در همون ناحیه تزریقی میشه. در حقیقت بوتاکس نوعی سم باکتریه که خفیف شده و خفیف شده شو داریم استفاده میکنیم که این سم توسط باکتری به اسم کلستردیوم بوتولینوم تولید میشه. این سم در حقیقت با مکانیسمش اینجوریه که با فلج کردن عضلات اون ناحیه مورد نظر چین و چروک روی پوست از بین میبره. پس بوتاکس رو از باکتری که خدمت شما گفتیم به دست میارم. انقباض و حرکت عضلات مثلا صورت و ناحیه‌های دیگه بدن عامل اصلی ایجاد چین و چروک روی پوسته. اگه به وسیله یه ماده خارجی جلوی حرکت عضلات گرفته بشه، چروک های سطح پوست هم از بین میره. مکانیسم اینجوریه که بوتاکس اعصاب ناحیه‌ای که در اون چین و چروک ایجاد شده او اعصابش رو از کار مندازه و حرکت عضلات در اون ناحیه متوقف میشه. دیگه تقریبا عضلات فلج میشن. در نتیجه برای مدتی که عضلات فلج باقی بمونن، چروک ها هم در اون ناحیه محو میشن. سلام به دوستانان دنیای زیستشناسی و سلامت. امیدوارم حال همه شما خوب و خوش باشه. حسینی هستم با یک ویدیوی جدید. امروز قراره که در مورد ضررهای بوتاکس بیشتر صحبت کنیم، در مورد عوارضش صحبت کنیم. اگه موضوعات زیستشناسی، موضوعات دنیای سلامت دوستانه، حتما کانال سابسکرایب. یه موضوع دیگه هم ما داخل کانال داشتیم، قبلا ویدیوشو نشر کرده بودیم، در مورد بوتاکس بود که از چه باکتری به دست آمده بود. میتونین سرچ کنین و اطلاعاتی به صورت کلی در مورد بوتاکس در اون ویدیو ما توضیح داریم. در ابتدا از سم بوتولینوم یا همین بوتاکس برای کاربردهای درمانی استفاده میشد، اما به صورت کاملا اتفاقی با کشف و خواص این ماده در زمینه زیبایی کاربرد مصارف زیباییش هم شروع شد که در حال حاضر کاربرد مصارف زیباییش بیشتر از مصارف درمانی. بوتاکس علاوه بر حذف چین و چروک از ناحیه‌های مختلف بدن از روی پوست، فواید دیگه هم داره که ما در ویدیوهای بعدی به مهمترین فوایدش خواهیم پرداخت. برای اینکه مهمترین ضررهای بوتاکس برای شما به صورت تقریبا کامل توضیح بدیم، تا پایان ویدیو با ما همراه باشید. در همین ابتدا باید به شما بگیم که عوارض احتمالی بوتاکس در همه افراد ایجاد نمیشن، بلکه احتمال ظاهر شدن اونها در یه درصد خیلی پایینی در افراد ممکنه اتفاق بیفته. پس با توجه به این نکته که سم بوتولینوم یا همین در حقیقت باکتری کلستردیوم بوتولینوم یه ماده سمی و کشنده، استفاده نادرستش هم ممکنه صدمات جبران ناپذیری رو ایجاد کنه و در مواقع نادر ممکنه سبب مرگ هم حتی بشه. اما اگه بوتاکس شما کیفیت خوبی داشته باشه و بوتاکس در مراکز درمانی معتبر انجام بدین، احتمال ایجادی صدمات و عوارضی که خدمت شما میگیم خیلی پایین میه. بریم مهمترین عوارض و کلیترین عوارض خدمت شما توضیح بدیم. معمولا شایع ترین ها کبودی و قرمزی در ناحیه بوتاکس. احتمال ظاهر شدن لکه های کبودی و قرمزی در اون ناحیه که بوتاکس میکنیم وجود داره و بیشترین دلیلش به این علته که ممکنه به علت مهارت نداشتن کافی و پزشک متخصص اون ناحیه در اثر تزریق نادرستی که انجام شده کبود بشه و یا مثلا سرخ بشه، که معمولا سرخیشون میشه با کمپرس یخ یا کمپرس سرد تا حدود زیادی رفع کرد. عارضه بعدی معمولا پین یا درد هست که بیشتر در همون موضع تزریق انجام میشه. معمولا درد در حین تزریق خیلی خفیفه، خیلی درد نداره، ولی ممکنه یه ساعت بعد از انجام بوتاکس یا ساعتهایی بعد از انجام بوتاکس درد شدید و شدیدتر بشه. عارضه بعدی یا در حقیقت مشکل بعدی ممکنه واکنش های کولینرژیک اتفاق بیفته. اما چی هست واکنش های کولینرژیک؟ اگه خیلی کلی بگیم ممکنه ببخشید به صورت خشکی دهان یا خشکی چشم اتفاق بیفته که به نام کولینرژیک ریاکشن گفته میشه. معمولا دکترها در این مواردی ممکن از قطره اشک مصنوعی هم برای درمان استفاده کنن.
سایر عوارضی که ممکنه به صورت نادر اتفاق بیفته در افراد به صورت لیستوار خدمت شما اگر بگیم، ممکنه در تعدادی از افراد سبب ضعیف شدن عضلات اونا مخصوصا در اون ناحیه تزریق بشه. اگر تزریق در ناحیه اطراف چشم باشه، ممکنه سبب افتادگی ابرو باشه، سبب شل شدن پلک ها بشه. اگر تزریق در ناحیه لب ها اطراف دهان باشه، ممکنه سبب افتادگی لب بشه، سبب عمیق شدن خطوطی که ما حالا مثلا با بوتاکس سعی کردیم اونا رو از بین ببریم. وقتی اثر بوتاکس از بین میره یا آرزش میخواد ایجاد بشه، ممکنه اون چین و چروک ها خیلی عمیق تر بشه. ممکنه سبب سخت شدن تکلم یا بلع بشه. سبب اگر بوتاکس در ناحیه های تناسلی باشه، ممکنه سبب دفع غیر ارادی ادرار باشه. و اگر بوتاکس مثلا در خانم ها در ناحیه سینه باشه، ممکنه تا حدودی مشکلات تنفسی رو بر اونها ایجاد کنه. اما همونطور گفتیم موارد نادر هست. اگر قرار بوتاکس انجام بدیم، چون در حقیقت این همون سم باکتری که خفیف شده، سعی کنیم از کیفیت بوتاکس اطمینان کافی حاصل کنیم و در مراکز درمانی معتبری کارر انجام بدیم. امیدوارم از ویدیو لذت برده باشین، برای شما جالب بوده باشه. اگه علاقه‌مند به چنین موضوعاتین، حتما کانال سابسکرایب کنید. موفق و پیروز باشین. خدا نگهدار.